همچو فرهاد بود کوهکنی پیشه ما، همچو فرهاد بود کوهکنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما. ما حریف غم و پیمان کشی پیشه ما، دیده ما قده ما، دل ما شیشه ما. ما در این بادیان خاربن تشنه لبیم که رهین نمی از خاک نشد ریشه ما. ما در این بادیان خاربن تشنه لبیم که رهین نمی از خاک شد ریشه ما. مشکل به فکرت نشود حل، ورنه رخنه در سنگ کند ناخن اندیشه ما. من اما چند کنی، من اما چند کنی این همه مشتاق که هست عشقبازی فن ما، بادکشی پیشه ما. به نام خدای ایران و به نام ملت ایران و با درود به جانباز، به روان جانبازان راه سروری و خودسالاری ایران، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو می آغازم. در درازای این 4-5 ماهی که من در تلویزیون پارس بودم، بسیار هممیهنان و دوستان چه در هنگام انجام برنامه، چه به تلفن خانه و چه در فکس تلویزیون، درخواست کردند که این برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو از تلویزیون پارس ما آغاز و دنبال کنیم. و چون فعلا جای بیشتری برای برنامه ها نیست در تلویزیون پارس، به این انگیزه من بشنویم بیاندیشیم بدانیم رو جاش رو با در پهنه بیکران زبان پارسی عوض کردم. با آقای مهندس شجرم در این زمینه سخن گفتم و ایشون هم موافقت کردن و این کار رو ما از امروز می آغازیم. در درازای برنامه بعد از یک سرآغازی که من خواهم گفت، تلفن‌های اتاق پخش باز میشه و در همین زمینه متاسفانه هممیهنان ما در برنامه تاریخ پرسش‌های واژه و زبان و لغت می‌کنن و در برنامه پارسی که همون واژه و زبان و لغت باید پرسیده بشه، برنامه پرسش‌های تاریخی می‌کنن و من خواهش می‌کنم که پرسش‌های هر برنامه رو در همون برنامه بکنید و به قول معروف جا به جا ما نکنیم که پیرهن و با کت و کت و با پیرهن جاشو عوض کنی. در برنامه تاریخ بیننده ارجمندی پرسید که این واژه سفسطه و مغلطه یعنی چی، از کجا آمده و چه معنا میده. در همون زمان چون زمان برنامه داشت تمام میشد، من به کوتاهی در این زمینه سخن گفتم و هم اکنون که آمدم در اتاق دبیرخانه، دیدم که در پرونده من یک فکسی آمده و کس دیگری، یا همون شخص بود نمیدونم، یا کس دیگری پرسیده بود که در این دو مورد که شما سخن گفتید، خیلی کوتاه بود، اینو روشن‌تر بگید ما بدونیم به چه عملی میگن سفسطه و به چه کاری میگن مغلطه و اصولاً از کجا ریشه گرفت. من شایسته دونستم در نخستین بخش از این برنامه این دو واژه رو بررسی کنیم و ریشه یابی کنیم. سفسطه، همونطور که گفتم، در پایان سده پنجم میلادی یا ترسایی گروهی در یونان پیدا شدند به نام سوفسطاییون و به دنبال کشف حقیقت اینها نمی رفتن. یعنی این گروه، این روش اندیشیدن و این روش گفتاری از اون زمان پیدا شد که این آدم ها نیازی به بحث منطقی احساس نمی کردن، یا می دیدن که اگر بحث منطقی را آغاز کنن ممکنه
مجاب شن و به اصطلاح شکست بخورن این بود که دنبال این مسئله نرفتن، یه روش جدیدی رو درست کردن و اون استادان این فن، استادان سفسطه یا سوفسطاییون، تلاش در گفتارشون، یعنی دو تن که با هم دیگه گفتار میکنن، اون کسی که تلاش میکنه طرف مقابل رو مجاب کنه و به اصطلاح شکستش بده و پس به نشونه دش، به اینها آموزش میدادن اون گروه سوفسطاییون، و شیوه چیره شدن بر طرف صحبت رو به اونها میآموختن. این گروه رو یونانیان سوفستس میگفتن، سوفستس، ولی این لغت به خاورمیانه اومد، در زبان تازی سوفستایی گفته شد و ایرانی ها همون لغت رو به کار بردن، سوفستاییون گفتن، و همونطور که اومد روش اینها رو سفسطه نامیدن، روش پیروز شدن در گفتگو به هر انگیزه‌ای که میشه. حالا من نمونه یه براتون میگم، به ویژه در گفتگوهای سیاسی، به ویژه در گفتگوهای سیاسی و اجتماعی، یعنی پس از سیاسی اجتماعی، این روش سفسطه بسیار به چشم میخوره. یه نمونه براتون میگم، در یک ماه پیش با یکی از بانوان و اهل سیاست، حالا هر گروهش مطرح نیست، گفتگویی داشتم و گفتم الان بهترین زمانه اگر واقعا شاهزاده رضا پهلوی میخواد وارد ماجرا بشه و وظایف تاریخی خودش رو برای طرفدارانش دست کم انجام بده، چرا نمیاد و وارد میدان نمیشه و رهبری رو دست کم برای اون کسانی که میخوان به عهده نمیگیره. اون بانو بیدرنگ جواب داد، توقع داشتید شما ایشون با سپر و نیزه و اسب بلند شه بیاد تو میدان؟ اینه بهش میگن سفسطه. برای که اصلا صحبت این حرف نم، یک پرسش سیاسی اجتماعی بود، ایشون میتونست بگه که تصمیم ندارن یا آمدن تو میدان یا فرق کار کردن، ولی بلافاصله گفتن که توقع داشتی با سپر و میزان. اینه میگن بهش سفسطه. گفتم بله ببخشید، در این زمینه وقتی میخواد شما این حرف بزنید عملا من نمیدونم چی باید بگم. حالا یه نمونه‌ای بود که براتون آوردم، اما مغلطه تقریبا در کنار این سفسطه قرار داره و سخنی رو غلط میگن، بر پایه اون سخن غلط و اون گفتگوی آغازین نادرست و اون دلیل نادرستی که میارن که این دلیل درست نیست و کجه، بر روی این خشت کج بنای خودشونو انجام میدن. و چون استدلال اولیه نادرست بوده، پیگیری اون استدلال و دنبال اون استدلال رفتن، اون هم غلط در میاد. برای نمونه مثلا یه کسی میاد میگه که ایرانیان برون مرز هیچ کاری برای داخل ایران نمی کنن. نمونه میاری. خب این یک سخنیست غلط، یه پایه نادرستیست که گذاشته شده. از کجا معلومی که ایرانی ها کاری نمی کنن؟ این همه ایرانی که در خارج ترور شدن کیا بودن؟ این وحشتی که هم اکنون رژیم از ایرانیان خارج داره و از زبان داره از کجا پیدا شده؟ ولی این رو میگه، یعنی این که قطعیه ایرانیان خارج در کمک به ایرانی های داخلیش کاری نکردن، اینو قطعی میکنه، بعد روی میره بالا این مغلط هست. خب یکی از، من یه نمونه ایم از گفتار یکی از پیشوایان سوفسطایا یا سفسطه میارم، سوفیسم من بهش میارم، جورجیاس بوده. این آدم های دانشمندی توشون بودن، آدم هایی بودن که مسلط بودن به لغت و مسلط بودن به اینکه شیوه کار رو چطور جلو ببرن که بجز مسائل منطقی طرف رو محکوم و مجاب کنن. ایشون میگه عدم وجود، وجود ندارد. خوب دقت کنید،
میگه اینی که مثلا میگه من الان موجودم یا فلان کس موجوده یا عالم وجود، میگه از نظر علم منطق اینا این سوفیسم ها، وجود وجود ندارد، زیرا وجود در برابر عدم است. ببینید تا اینجاش هیچ کسی سخن وجود در برابر عدم، این که درسته، یعنی باید یک عدمی در تصور آدم باشه تا این وجود مشخص بشه. حالا ایشون معتقده که وجود وجود ندارد، چون وجود در برابر عدمه، یا بهتر بگوییم عدم عدمه، یعنی عدم یه چیزیست، نبود اون عدم، عدم اون عدم وجوده. خوب دقت کردید ببینید بازی با لغت و منطقهاییست که با سوفیسم میره جلو. پس عدم عدم اسمش وجوده، وقتی عدمی نباشه وجوده. تا اینجا میاد جلو، بعد میگه چون ما عدم را نمیبینیم، عدم از نظر ما دیده نمیشه، پس لا عدم هم یعنی نبودن عدم هم دیده نمیشه، درست نیست و اون وجوده، بنابراین وجود وجود نداره. این رو میگن سفسطه. امیدوارم هم اون شنونده‌ای که پریروز پرسیدند و وقت نبود توضیح داده بدم بهشون، توضیح رو شنیده باشند، و این سروری هم که این دورنگار رو فرستاده بودن، این سرور هم اگر دنباله اون سخن رو خواستن به پاسخ خودشون برسن. من از دوست ارجمندم آقای وارتان خواهش میکنم که شماره تلفن اتاق پخش رو بگذارن که در این زمینه تا من به این دو سه دورنگار پاسخ میدم، اگر پرسش دیگری هم هست بهش برسیم. خوشبختانه 1, 2, 3, 4 دورنگار آمده که من یکایک شو پاسخ میدم. هم اکنون پاسخی که بینندگان رو بدیم. الو بفرمایید. درود بر شما. فقط من تلفن کردم که سپاس خودم رو از بابت بازگوشی های برنامه پهن بیکران فارسی به حضور شما ابراز کنم. خیلی سپاس گذارم. سپاس گذارم. شب و روزتون خوش باش. خوش. بانو ملیحه جیم که شماره فکس رو بندیدم مثل که از آلمان هست، بانو ملیحه جیم از آلمان می نویسه مؤتلف یعنی چه؟ من پیش از اینکه این پاسخ رو بدم یه نکته رو خدمتتون بگم. خواهش میکنم، درخواست میکنم، التماس میکنم، لابه میکنم، فکس هایی رو که میفرستید، نامه هایی رو که میفرستید از تعریف و توصیف و به چه چه و اینا بگذارید. بیدرنگ پس از درود پرسش رو مطرح کنید، چون اصولا این عادت باید از میان ما ایرانی ها خیلی هم دشواره ها بره که اینقدر ما بیایم تعریف از یکدیگر رو بکنیم. حالا نابجا یا بجا فرق نمیکنه. اگر میبینید آمریکایی‌ها وقتی بهشون میرسید مثلا میگن ویلکام، این ادبه، ما هم میگیم خوش آمدید، این هیچ اشکال نداره. ولی خوش آمدید، قدم بر سر چشم ما گذاشتید، از کلاه گوشه دهقان بر آفتاب رسید که سایه بر سرش افکن چون تو سلطان، اینا وقت رو میگیره. در زبان عربی به این میگن مزخرف. حالا چرا مزخرف میگن؟ چون زخرف یعنی گوهر، یعنی در و گوهر و جواهر خلاصه، و مزخرف یعنی جواهر نشان. چون در گذشته یه دو خط رو که میخواستن بنویسن یه صفحه توش تعریف و توصیف و زیادگویی بود تا اینکه به اون سخن برسن، میگفتن جواهرکاری شده، مزخرف شده. ولی خوشبختانه این واژه در زبان ما کاملا معنی اصلیشو داده. ما بیایم فقط با یکدیگر همون مسئله رو که میخوایم. البته این بانوی گرامی زیاد در این چیز ننوشته، ولی یکی دو تا از اینا بسیار، حالا ممکن روی مهربانیشون هم باشه که حتما هم هستشون، چیزی رو به من بدهکار نیست، ولی نکنیم این کار رو. بیایم همون سخنی رو که داریم بگیم. من برم یکی دو تا پاسخ بدم برگردم سریع. الو بفرمایید. الو بفرمایید. درود بر شما.
سلام جناب دکتر بنزاتو. خواستم خدمتتون در ارتباط با این سفارتی که فرمودین عرض کنم که اینها همشون از نقطه ابهام استفاده میکنن. بله عرض کردم با مخالف حقیقت دیگه. چون اینا مثلا فرض کنید که هم در علوم هم همین سفارتی هست مثل ریاضیات. بله. شما این مثالی میزنن اینها میان میگن 4 برابر است با 4 از دو طرف رابطه 4 تراکم میکنن میشه 4 منهای 4 مساوی 4 منهای 4 از اول رابطه 2 فاکتور میگیرن میشه 2 در پرانتز 2 منهای 2 بله. رابطه دوم اتحاد مزدوجه میشه 2 منهای 2 در 2 به علاوه 2 2 منهای 2 اون ور مساوی رو با 2 منهای 2 این ور مساوی حذف میکنن چون به خاطر ضرب درست میده این ور رابطه 2 میمونه اون ور رابطه 2 به علاوه 2 میمونه میگن پس 2 مساوی با 4 بله میگم که از این چیزا زیاد به اون پریروز یه مثالی زدم گفتم میگن در باز است بله. و باز یعنی اون پرنده باز بال دارد بنابراین در بال دارد ببینید اینا خیلی متشکرم از شما خواهش میکنم منم از شما سپاسگزارم بسیارم نکته جالبی رو در این زمینه گفتید نکته اینه که باید بگم اینه که من چون در ریاضی بسیار کند هستم این سفر ارجمند ریاضی رو مثال زدن اینطور روشن گفتن که من متوجه شدم که منظور چیه الو بفرمایید درود بر شما استاد درود بر شما استاد در زبان پارسی بله دبیره رو همیشه از راست به چپ می نوشتن یا اینکه زمانهایی بوده که از چپ به راست می نوشتن نه در زبان پهلوی از راست به چپ مثل همین لاتین نوشته می شود دبیره میخی چی؟ میخی هم همینطور میخی رو اتفاقا من پیش آقای دکتر معین خونه اونم از راست به چپ نوشته می شود سپاسگزارتون شما آقای لشکری؟ نه صدای زیباتون مشخصه عرض کنم دو تا پاسخ دیگر هم بدیم بعد بریم الو بفرمایید الو بفرمایید سلام آقای درود بر شما آقای ببخشید این حکمتانه کجاست همدانه بله همدان بله حال تیسفون در کجا واقع شده تیسفون کنار رود دجله است نزدیک بغداد همون جایی که ایوان مدائنه بله عرب از اون نزدیکا حمله کردن بهش بله اون زمان مکه ساسانیان بوده بخشی از ساسانیان اونجا بود اصلا ایوان مدائن یکی از ساختمان‌های بزرگ دولت ساسانی بود جزء خاک ایران بود البته من در این کتاب یعقوب شیوه حمله اونها رو همه رو نوشتم یکی دو بار به قول معروف تست کردن یعنی آمدن آزمایش کردن نیروهای ایران رو و بعد از 6-7 ماه اون وقت حمله بزرگ شروع شد بازم خواهش میکنم سوالای تاریخی رو بگذارید در روز تاریخ خیلی سپاسگزارم بله بر روی بانو ملیحه جیم از آلمان یا که شماره فکسشون نشون میداد پرسیدن مؤتلف یعنی چی؟ البته بعد توضیح دادن که چه لغتی جانشین فارسی واژه تازی مؤتلف مؤتلف از ریشه الفت میاد الفت به معنی دوستی نیست ولی در کنار اون قرار داره عملا دوستیه ولی یه نوع ویژه‌ای از دوستی است مؤتلف یعنی همراهی همرایی به قول عربی اگه بخوایم رای رو رای بگیم همرایی و یکدلی از الفت الفت یعنی همرایی و یکدلی پس مؤتلف یعنی همرای شده و یکدل شده و جانشین فارسی اون خیلی راحته همبسته و یکدل و یگانه همبسته یگانه و یکدل این پاسخ این همیهن ارجمند بود سرکار ملیحه جیم دورنگار دیگه ای از حسین حاکمزاد از تهرانه که 90-95% من گمان میکنم حتما این نام ساختگی باشه به دلیلی که حق دارن میترسن حتی اگر پرسش
ادبی و زبان هم بکنن که حبالله ها با خود زبان فارسی ما هم چیز سر سازشی ندارن و یعنی زبان عربی رو در دبیرستان ها ضریب 3 نمیدادن و زبان فارسی رو ضریب 1. به هر روی هرچی باشه برای من مهم نیست، این بیننده با هر نامی که میخواد باشه پرسششون رو من پاسخ میدم. میپرسند واژه ناموس یعنی چی اولا؟ بعد آیا پارسیست این واژه یا تازیه؟ ناموس هم در زبان پارسی به کار رفته هم در زبان تازی. توجه کنید از دو ریشه زبان هیچ لغتی دو ریشه نداره، هیچ لغتی نیست که بگیم دو زبان صاحبشن. ما لغت حرامزاده نداری، یا لغت تازیه یا یونانیه یا پارسیه یا یکی از ایناست و یا عبریه یا به هر زبانی که باشه، یک مادر داره هر لغتی. اما چرا من گفتم ناموس هم در زبان پارسی به کار رفته یعنی فارسیه و هم در زبان تازی رفته و تازیه؟ برای اینکه دو معنای جدا داره، به هم اصلا مربوطی، اتفاقا دو لغت شبیه همه. مثل دار، دار در زبان پارسی یعنی درخت، در زبان تازی یعنی خانه، ولی دار هر دوش. این دلیل نمیشه بگیم دار هم پارسی هم تازی، معناها فرق میکنه. بنابراین دو لغت. میمون در زبان پارسی یک نوع جانوری است از رده میمون ها. در زبان تازی میمون یعنی مبارک. بنابراین اینجا در اینجام این واژه به همین صورته. واژه ناموس رو از دیدگاه معنا نگاه باید بکنیم. از دیدگاه معنا میتونیم بگیم که این واژه پارسی است یا تازیه. و حالا براتون معناش میگم. حالا از دیدگاه معنا در زبان پارسی، ناموس در زبان پارسی به معنای نام نیک و ژرفای یک کاره. یعنی در یک خانه، در یک دربار، در یک تشکیلات، اون چیزی که در درون خانه هست و اون نام نیک یک مرده خانوادش. و خانواده ها همیشه در دوران های گذشته تا امروز که به هر حال واژه ها ساخته شدن، در پشت اون جایی که مهمان یا هر کی میومد قرار داشتن، یعنی میرفتن تو ژرفای کار، اونجا حرمسرا، حالا ما بگیم پردگیان بودن. اگر منظور از ناموس نام نیک و ژرفای کار پارسی، حافظ میگه کوس ناموس تو بر کنگره عرش زنیم، علم عشق تو بر بام سماوات بریم. کوس ناموس تو بر کنگره عرش زنیم، یعنی کوس نام نیک تو رو بر کنگره عشق میزنیم. اینجا به معنی پردگی نمیاد، به معنی زن نمیاد، به معنی نمیدونم همسر نمیاد. کوس ناموس تو بر کنگره عشق زنیم، میریم اونجا نام نیک تو رو فریاد میزنیم. اما معنای دوم ناموس، معنای دوم ناموس در زبان پارسی رازه. البته ممکنه تا اندازه هم پهلو باشه با همون پردگیان و حرمسرانشینا، و به همسران و پردگیان هم از همین دیدگاه میگن. چون بازم میگم در گذشته زنها و دختران در هر آنی که وارد خونه میشدید اونا رو نمیدید، یا اگه میدید پوشیده بودن. بنابراین به همسر و پردگیان هم ناموس گفته میشه. معنای سوم آبرو و ظاهر شخصه. آبرو و ظاهر شخص. و وقتی میگن بی ناموس یعنی بی آبرو. در این سه موردی که من گفتم ناموس هرگز جمع بسته نمیشه به نوامیس. نوامیس رو زمانی میتونید بگید که لغت ناموس معنای عربی شو داشته باشه، نه معنای پارسی شو. حالا میایم در زبان تازی. در زبان تازی ناموس به معنای قاعده، روش، قانون و
سازمان یعنی نوشته شده لایتغیر، قاعده، روش و قانون. وقتی بارها یکی دو بار من در گفتارم گفتم که وقتی که میگن نمیدونم امام ها و هیچ کسی نمیتونه بکشه دشون یا نمیدونم فلان بکنه، همه چی رو میدونن و فلان اینا، من میگم آقا جان اگر بنا بود معجزه ای باشه، معجزه برای پیغمبر میشد. سنگی رو که زدن دندان پیغمبر شکست برای اینکه ناموس خدایی این بوده که سنگ شکننده باشه. ناموس خدایی یعنی چی؟ یعنی قاعده و روش و قانون خدایی بوده. و ناموس خدایی نیست که دندان شکستنی باشه. حالا میخواد دندان پیغمبرم باشه؟ باشه. بنابراین این معنا رو دقت کنید، در زبان تازی ناموس به معنای قانون و قاعده است. هنگامی که میگیم گفتم که ناموس خداوندی دگرگون نخواهد شد، یعنی قانون خداوندی تغییر یافته نمیشه. معنای دوم ناموس در زبان تازی دین و شریعت. در کتاب لغت ناظم الاطباء نوشته عیسی روزی ناموس تعلیم میداد، یعنی دین و شریعت خودشو داشت تعلیم میداد. خیلی دقت باید بکنید در این زمینه ها که ببینید برآورد نویسنده یا چامسرای از واژه ناموس چیه. من از وارتان ارجمند خواهش میکنم یک آگهی چیزی اگه هست بریم برگردیم، خطوط باز هست، من در خدمتتون خواهم بود. خان یکی از فرمانروایان افغان بوده که در برابر نادر ایستاده. اینا سیدال اصولا نام افغانیه، نام افغانه. افغانیه. بله. پدر بزرگم اسمش سیدال هست. می‌خواستم ببینم بله. این چی هست؟ میشه میتونم پیدا بکنم. من اگر پیدا کردم در برنامه آینده معنیشو خدمتتون میگم. شما افغان هستید؟ بله. برای همینه سیدال. میگم گفتم واژه افغانه. من پیدا میکنم خدمتتون میگم. متشکرم. خواهش میکنم. سروری به نام دانش دو پرسش کردن که به نظر من یکیش نه لازمه و نه روشنه، که پرسیدن نظر من راجع به اقبال لاهوری شاعر پارسیگوی چی، آدم خوبی بوده یا بدی بوده. البته اقبال لاهوری خودش اسمش روشه، در لاهور بوده بوده، منتها زبان هند در اون موقع پارسی بوده. گفتم وقتی نادر به هند حمله کرد، ما هرچی میخواییم از تاریخ بریم بیرون نمیشه، باز میکشوننمون تو تاریخ، با محمد شاه گورکانی و بابر فارسی حرف میزدم. تمام پیمان نامه هایی هم که نوشته شد به فارسی بود و نیازی نبود دو زبان نوشته بشه. حالا بعد انگلیس ها اومدن و با هر ترفندی بود که یه کاری کردن که مجلس مؤسسان هند زبان انگلیسی و اردو رو به جای اون بذارن. و بدبختانه اگر این کار نمیشد، یک میلیارد و 500 میلیون نفر پارسی گوی در جهان بودن. به هر روی، آقای اقبال لاهوری علاقه عجیبی اصلا به پاکستان داشت. اصلا هنوز اون زمان جزء هند بودن، پیشنهاد کرد که باید مسلمانان جدا بشن و از بخش پنجاب که پاکستانه، آسام که الف پاکستانه، کشمیر که کاف پاکستانه، سند که سین پاکستانه، واژه پاکستان رو بسازه. بنابراین ایشون زبانش پارسی بوده ولی هیچ ارتباطی با ایران نداشته به جز همون همزبانی. و اما پرسیده بودن که واژه تهران یعنی چی. واژه تهران رو من در کتاب جلد یکم واژه ها مفصل در 7-8 برگ نوشتم. این رو در برابر شمیران که بگذارید خیلی پاسختون روشن میشه. شم و زم به معنای سرده. شما یه گیاهی دارید، درخچه‌ای دارید به نام شمشاد، یعنی در سرما شاده، چون شمشاد برگاش سبز زرد نمیشه در زمستان، بنابراین ایرانی ها گوشتن اسمش شمشاد، یعنی در سرما هم شاده. یا زمستان یعنی جایی که زمانی که فصلی که زم یعنی سرما زیاده.
البته زم و زم و شم و شم تغییر یافته های اقلیمیه، ولی همشون یک ریشه دارن. همینطور که شمال یا شمال یا شمال که درست شمال، این فارسیه، این عربی نیست. شمال شم فا خنک با پسوند آل، پسوند آل مثل چنگال، مثل دوال، مثل توفال، اون پسوند وابستگیه. و چون هرچی رو به بالا می رفتن هوا سردتر می شد، منطقه بالا رو گفتن شمال. خب وقتی شمیران رو ما می بینیم، می بینیم شم به معنی سرماست، اون پسوند آنم یعنی میران، شمیرانی که میگن پسوند آن، پسوند مکانه. ایران یعنی سرزمین آریاها، کاشان یعنی سرزمین نازکان، چون کاش و کاشه یعنی نازک، کمتون میبینه آجرهایی که نازکه بهش میگن کاشی. بنابراین در برابر اون تهران قرار داشت که بیاب بود، منطقه بزرگ خشکی بود و گهران یا گهران بهش میگفتن. و گه و گه و ته و ته به معنای گرمه، همینطور که هنوز در جنوب ایران ما داریم گهران، گهرم، جهرم، اینا همه مناطق گرم جنوب ما هستن. بنابراین تهران یعنی جای گرم و شمیران یا شمران یعنی جای سرد. و برای آگاهی بیشترتون دیگه یا باید من کتابم رو بیارم اینجا بخونم یا برید تهیه‌اش کنید که به روشنی تمام موارد این ران رو نوشته. یعنی ران هم در زبان پارسی دان هم بوده، دان، نمک دان یعنی جای نمک، پس شاید گهدان بوده، شاید تهدان بوده، ولی اون به معنی اون تهی که آقا گفتن نه، غلطه و هیچ وقت معنی ته رو به اون صورت نمیده، معنی گرما رو میده. و اونی هم که تهران رو با تین مینویسن که یک سره غلطه، پایتخت کشور پارسیگوی جهان رو نباید با تین نوشت. علتش هم اینیست که در برخی از تاریخ نویسا و شهر جهانگردان که همون سیاهان جهانگردانی که آمدن این دهکده رو تهران کشیدن، اونا چون تازی بودن تهران رو با تین نوشتن و این انگیزه ای شد که در زمان قاجاریه که هیچ چیزشون ایرانی نبود، این یکیش هم ایرانی از دست دادن و تهران رو با تین نوشتن. همونطور که نفت که یک واژه پارسیه با تین می نوشتن که بعد معلوم شد اصلا فارسیه، باید نفت، این در آغاز نفت بوده و نشت، چون فشار گاز در زمین اون موقع چاه نکنده بودن، این فشار گاز که می اومد بالا این روغن نفت رو می کشون رو سطح زمین، به نظر می اومد زمین دائما نم داره، بهش می گفتن نشت یا نفت که بعد شد نفت چون په تبدیل به فش. مثل که ما نمی رسیم امروز این پرسش همیهنان ارجمند رو پاسخ بدیم، ولی به هر روی میریم ببینیم تا کجا میریم. الو بفرمایید. الو جناب دکتر عزیز من. خواهشون. من امیر نجات هستم. درود بر شما آقای نجات. قربون شما. من میخواستم یه سوالی از شما بکنم که در کتابم اینه نوشتم، اجازه اگر میفرمایید. حتما جناب نجات. بعدم تعجب میکنم که شما خودتون یک نویسنده بسیار بسیار معروف هستید و چندین کتاب نوشتید، دیگه شما نباید از من بپرسید چیزی. من از شما اجازه میخوام این قسمت برای شما بخونم تا ایرانیانی که اینجا هستن و اگر دولت اسلامی به اینها اجازه میده که این مطالب گوش بکنن، خواهش میکنم اجازه بدید من این قسمت برای شما از کتاب خودم بخونم. خواهش میکنم بفرمایید. امروز بفرمایید. میگه آقا چندی پیش چاپلوسنامه زیر زینت بخش اوراق جریده ارزشمند سلام در تهران گردید. مطلبی مربوط به این قلم، یعنی قلم بنده. بله. از کرسی طرفه و بدی و شایسته تأمل و تعقر و چه بسا تأثر و تأسف. مطلبی است که هم طنز است، هم آموزنده است،
هم عبرت انگیز است هم غم افزا است، هم نام دریوزگی و هم مملو از مداخله و مداهنه و تملق و شاید تمسخر هم باشد. آقای خامنه‌ای تشریف برده اند به مازندران و این روزنامه بدبخت، این آدم بدبخت، ببینی خود چقدر کوچیک کرده که اینا رو می‌نویسه. آه من فکر کردم این قلم شماست، در شگفت شدم. قلم بنده میدونم، ولی نوشته اون رو دارید میارید یا نه؟ حالا دارم نوشته اون باباله میارم. آها. که واقعا عرض مطلبی که من با شما تلفن کردم و مزاحم دوستم این بود. خواهش میکنم. میگوید توی روزنامه چاپ کرده، امروز قلب مازندران و قلب ایران در نوشهر فرود آمد. امروز روز بیعت عظیم با ولایت است. مازندران یک بار غرق در شادی و نور شد تا رهبر به چشم آنان فرود آید. از شیعه تا اهل سنت ترکمن همه آمدند، پیرو جوان زن و مرد آمدند تا یکی بودن عاشق، ولایت بودن، اطاعت از رهبری و حمایت از دولت را به نمایش بگذارند. اینان آمدند تا سیمای مبارک رهبر جهان اسلام حضرت آیت الله خامنه ای را از نزدیک با هر دو چشم خود ببینند و بر این دیدن افتخار کنند و فخر بفروشند. و چه فخر فروشی با ارزشی! جویبارهای مازندران امروز از اطرابین شده و دریای خزر در مقابل خروش و عظمت آقا قطره‌ای به سان اقیانوس گشته و البرز در برابر البرز در برابر استقامت او سر تعظیم فرود آورده. در این نوشهر مازندران همه یک سؤال را می‌پرسند. آقا اومد و بله، ولی امر مسلمین و رحمت مؤمنین آمد که مردم مازندران بر او و دم قدمگاه از بوزه سنن و اشک شوق بریزن. امروز روز شادیش. خیلی سپاسگزارم جناب نجات. جوانای تهران در پاسخ این آقا رو دادن، با پاره کردن عکس آقا و لگدمال کردن آتیش زدنش پاسخ این آقا رو دادن. خیلی سپاسگزارم، شبتون خوش. قربون شما. خدا نگهدار. کجا بودیم؟ کدوم رو پاسخ دادیم؟ بله، سرور بیژن کیانخو، نمیدونم از کجاتون، چون تلفنی این پرسش رو کردن، پرسیدن واژه مکرم یعنی چه و آیا جانشین پارسی دارد یا ندارد. مکرم یعنی گرامی شده، فارسیش یعنی جانشینی است. جانشین میگم بعد. مکرم باز شده یه لغت به فارسی، گرامی شده است، بزرگ داشته شده، کسی که به او احترام بگذارد. بنابراین مکرم در کنار محترم هست، یعنی دو واژه یک معنا رو دارن یا نزدیک به همین معنا رو دارن. جانشین واژه مکرم در زبان پارسی گرامی است، نه چیز دیگری. خیلی ساده، گرامی، دوست گرامی. حالا بارها من دیدم حتی آدم‌های باسواد و نویسنده می‌نویسن دوست گرام. گرام واژه لاتینه، یعنی ضبط صوت. دوست گرام یعنی دوست ضبط صوت. ما اصلا در فارسی گرام نداریم، گرامی داریم. بعضیا کرام می‌نویسن، کرام هم تازیه که از همین محترم میاد. بنابراین ما بدونیم که جانشین واژه مکرم فقط گرامیه و
همپا و همسان این لغت، یعنی گرامی، شما به جای محترم میتونید بذارید، به جای معزز میتونید بذارید، به جای عزیز میتونید بذارید، به جای کریم میتونید بگذارید، همه اینها رو میتونید بذارید گرامی و همه اون معناها رو میپوشونه. یک نکته رو فقط بگم، مکرم رو با مکرم اشتباه نکنید. در نوشتن یه جوره ولی در عربی اینها رو صدا میذارن و در فارسی نمیذارن معمولا. حالا خوشبختانه واژه مکرم در فارسی نداریم، نیامده اصلا، ولی به معنی جوانمرد اون با این فرق میکنه. جوانمرد خودش فارسی هست. سرور دال الف از استرالیا می نویسند آیا واژه قبار، فردوس و غلام پارسی هستند یا تازی هستند؟ قبار پارسی است به معنای گرد و خاک، ولی برخی از لغت شناسان میگن که این قبار ریشه تازی داره. این پایه ما اصلا چرا قبار رو به کار ببریم؟ همون گرد و خاک میگی. در 3-4 واژه‌نامه دیدم اینو فارسی نوشتن، ولی یکی دو استادم که سخنشون در خور تکیه کردن هست نوشتن نه، این ریشش تازی. فردوس تازی شده پردیسه، به اصطلاح ادب دوستان معرب پردیسه. پردیس به تازی، تازیان که اومدن اینجا پردیس فارسی رو کردن فردوس. پردیس هم به معنی بهشته، بنابراین فردوس ریشه فارسی داره ولی معرب شده است. غلام واژه تازی است به معنی پسر بچه یا کودکی که بین سن مثلا 12 سالگی تا آغاز جوانی 17-18 سالگی، به این میگفتن غلام. و چون اینا برده ها رو که میخریدن بهشون میگفتن پسر، آی پسر بیا، غلام، اصطلاح عربی هم بیشتر بود، اینا غلام در این معنا مونده. در جای خوندم که غلام یا غلمان به معنای پسرانی است که هیچ وقت بالغ نمیشن. من نمیدونم چرا بچه هایی که تو بهشت هستن غلمان بهشون میگن، چرا بالغ نمیشن؟ آخه معنی نداره که دوروبر شیخ شیپیشو و اینایی که بلند میشن میرن توی بهش، دوروبرشون به پسر بچه هایی باشن که هیچ وقت هم بالغ نمیشن، باب دندان آقا هستن. الو بفرمایید. سلام علیکم. درود بر شما آقای دکتر، صحبت کنم؟ خواهش میکنم بفرمایید، من انقطاع هستم، بفرمایید. با درود فراوان آقای دکتر. درود بر شما. حضورتون خواهش کنم معنی دو کلمه رو. خواهش میکنم. و فروزه. نفهمیدم، دوباره بفرمایید. هوده. بله هوده با هی جیمی. بله با هی جیمی. نمیدونم، من فقط شنیدم هوده. بفرمایید ه و واو و دال و ه. بله. خیلی خوب. بعد فروزه. بله، هر دو رو خدمتتون میگم. من یه پرسش دیگر رو بگیرم و وقت دیگر هم نداریم به اونم پاسخ بدم. الو بفرمایید. الو درود بر شما. تشکر. من یه سوال داشتم، فارسی درسته یا پارسی؟ چون میگن عربا بله یعنی نداشتن. بله پارسی درسته. بله خدمتتون میگم. اول پاسخ شما رو بدم چون خیلی کوتاهه. ببینید، بسیاری از پها بعد از آمدن تازیان، چون تازیان بلد نبودن پ بگن، تبدیل به ف شد. پولاد شد فولاد، پیل شد فیل، سپید شد سفید و سپارش شد سفارش و رفتن جلو. بر این پایه همونطور که گفتم پارس هم شد فردوس. اینجا اصل پارسه. حتی تمام سنگ نبشته هایی که در پیرامون ایران هر جا پیدا شده، از کوروش و داریوش و دیگر پادشاهان هخامنش، می نویسه من پادشاه پارس هستم. و چون در این استان هم مرکز فرمان رواییشون بوده، استان رو گفتن استان پارس. منتها بعد از تاختن تازیان به ایران، این استان رو گفتن پارس.
ولی خلیج پارس رو هم میگن خلیج فارس، در حالی که تمام اینها به زبان پارسی سره پ هستش و البته هیچ کدومش غلط نیست، همونطور که فردوس غلط نیست، ولی فارس معرب شده پارس. و اما پاسخ اون بانو، هود هی دو چشمه، هی جیمی نیست، به اصطلاح هی هوشنگیه. هوده یعنی نتیجه، وقتی میگن هوده شد یعنی نتیجه این شد. چرا این درسته؟ خیلی ساده به بغلش نگاه کنید، واژه بیهوده یعنی چی؟ هزاران بار در زندگیتون میگید بیهوده بود، این کار بیهوده بود، یعنی بی نتیجه بود. البته هوده معنی نتیجه خوب رو میده، چون هو در زبان پارسی کهن، پارسی باستانی، یعنی خوب. هو یعنی هوس رو، یعنی سرور و رهبر خوب، که بعد شده خسرو. این نامی بود که به پادشاهان، به ویژه به انوشیروان میدادن و به پسرش خسرو پرویز و اینها، این هوسرو بوده. پس این پاسخ این بانو رو در این زمینه دادم. و اما میایم به فروزه. فروزه یعنی پرتو، شعله، هر چیزی که روشنایی بخشه فروز است. اما در پارسی کهن شمع میگفتن سپندار یا اسپندار، به شمع میگفتن سپندار، چون شمع مقدس، سپند یعنی مقدس، سپنتا یعنی مرد مقدس، سپنته یعنی زن مقدس. بنابراین سپندار میگفتن. اما بعد که تازیان آمدن و از شمع، یعنی از موم، موم رو در تازی میگن شمع، اومدن شمع ساختن و روشن شد، اسم شمع شد. فرهنگستان زبان به جای این گذاشت افروزه، افروزه، چون اونم پرتو میده، نور میده. بر این پایه افروزه و فروزه هم یعنی چیزی که نور میده، نورانیه. حالا منتها افروزه نام اصلی شمع شده. اتاق فرمان گفتن من 3 دقیقه وقت دارم، بنابراین به 2 بیننده گرامی پاسخ میدم. الو بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما سرکار. خوش. من از حضورت لغت قسط، قین و سه سه نقطه، بخواستم بدونم معنیش چی. بله. متشکر. پاسختونو میدم. الو بفرمایید. الو. بفرمایید. میخواستم بپرسم این لغت پتیاره یعنی چه؟ بله چشم. سپاسگزارم. اولا این قس نیست و قصه. قص به معنی ارزش بهاست. قص سمین یعنی ارزش گران. اونم هر دوش با سیس سمینم با سیس نقطه است. بنابراین این دیگه روشنه، چیز جواب ساده. و اما پتیاره. پتیاره در زبان پارسی به معنی بلاست. میگن پتیاره از آسمان فرود آمد. یعنی بلا از آسمان فرود آمد. و اینی که به برخی از زنان هم که خیلی شلوکون هستن و مسلطن به گوهر و به اطرافیان و همسایه ها و غیره، به اینها میگن پتیاره. پتیاره معنی بدی به اون صورتی که در فکر اشخاص هست نیست. پتیاره یعنی بلا. این زن خیلی بلاست، یعنی دشواری داره، ولی اون معنی ناهنجار دیگر رو نمیده. من هنوز وقت دارم. الو بفرمایید. الو سلام، خسته نباشین. میخواستم با آقای انقطاع. من انقطاع هستم، بفرمایید. خسته نباشین، انشالله که حالتون خوب باشه. خیلی خوبه. یه سوال داشتم. خواهش میکنم. اسم پسر من هست ارشیا با الف. بله بله. البته ارشیا با این خیلی زیاد نه 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 با الف میدونم. ارشیا با الف رو برای من بگید. بله چشم. ممنون میشه. ببینید در زبان پارسی کهن عرش با الف یعنی پهنه و تخت پادشاهی، چون تخت پادشاهی بالاتر از همه میشستن، بهش میگفتن عرش با الف. تازیان همین واژه رو گرفتن با عینش کردن، عرش خدا یعنی تخت پادشاهی خدا. بنابراین ما با اون عرشی که با عینه کاری نداریم، میایم به عرشی که با الف.
گفتیم عرش با عرف یعنی تخت پادشاهی. عرشیا یعنی وابسته به تخت پادشاهی. حالا در زمانهای گذشته به کسانی که در کنار شاه بودن و نزدیک تخت پادشاه بودن میگفتن عرشیا. امیدوارم که پاسخشون رو این بانوی گرامی گرفته باشن. و نکته دیگری که میخواستم بگم راجع به دگرگونی ها. ببینید گروهی هستن هی میان میگن زبان فاخر عربی، زبان فلان. اونا خودشون رو آدم های فصیح میدونستن، پارسیگویان و غیره رو میگفتن گنگ یا عجم. و شگفتا که این زبان فاخر دست کم 2000 و اندی از واژه های ما رو گرفته، دگرگون کرده. ببینید در زبان پارسی تش و آتش به معنای آتش، تش و آتش، چه آ رو بذارید سر چه نذارید. در گذشته وقتی یکی تشنگی داشت میگفت من تشنمه، تشنه. توجه کردید؟ عرب اومده این رو آتش، همون آتش ما رو آتش کرده، یعنی بی آبی نداشتن. من آتش دارم یعنی آب در بدن من نیست، منتها با عینش کرده. از این دگرگونی ها بی اندازه است. آغوتیدن و آغوشیدن یعنی در چیزی فرو رفتن. بنابراین در زبان پارسی قوته با ته دو نقطه یعنی فرو رفتن در چیزی. همونطور که در آغوش کسی یکی میاد در اون فرو میره، در درون اون شخص، در بغل اون شخص. عرب اومد از این قوته فارسی اولا با تین نوشت، بعد قوسه ساخت. قوته فارسی رو برداشت قوسه کرد و ازش واژه قواس ساخت. و حالا همه خیال میکنن که عجب زبان پرلغتیه، این همه لغت، نه از فارسی میگیرن. بسیار بسیار. حالا در گفتارهای روزانمون مرتب بهتون خواهم گفت که ما چقدر از زبان به این، یعنی واژه به این زبان فاخر وام دادیم. با سپاس از همه شما بینندگان ارجمند، همه تلفن هام اشغال، من یه چند زمانی می نشینم انانم بدم، ولی دلم میخواد بیشتر این پرسش ها روی آنتن بشه که بقیه هم بشنوم. با سپاس از شما که این وقت گرانبها رو به این برنامه دادید. با سپاس از وارتان ارجمند در اتاق فرمان که این در شامگاه آدینه در اونجا نشسته و مثل شیر داره این کلیدها رو زیر و رو میکنه و میزنه. همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران.